به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما سروران گرامی، حضور شما رو در محفل روحانی و معنوی گرامی می‌دارم و همانطوری که استحضار دارید از اول ماه تا کنون مبحثی را که خدمتون گفتگو کردم تحت عنوان آداب مناسک معنوی و سلوک معنوی و اعمال عرفانی است. خدمتون اشاره کردم به این که اون صراط مستقیم همان سلوکی است که عرفا از آن سخن میگویند و کسانی که در این صراط قرار میگیرند از نظر عارف اولین ایستگاه و اولین فرودگاه و اولین منزل یا مرتبه ای که اونها در او قرار دارند تعبیر کردند به یقظه، یعنی بیداری. یک حالت بیداری از اون خواب عمیق رو تعبیر کردن به یقظه که انسان به اون تولد دوم دست پیدا می کند و زنده می شود از اون مرگ و پرده های غفلت از دیدگان او به کنار می رود. این حالت یقظه و بیداری رو در موردش توضیح دادیم و گفتیم که علائمی دارن کسانی که به این یقظه رسیدن. شش علامت رو ما تا کنون گفتگو کردیم. علامت اول آن بود که کسانی که به این بیداری می رسن نعمتها رو می بینن، آیات رو می بینن و پیام این آیه ها و نعمت ها رو درک می کنن. صفت دوم این بود که اینها گناهان خود، خطاهای خود را می بینن و واقف بر خطاهای خود می شن. صفت سوم و آثار سوم از یقظه این بود که اینها از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه و فی اعینهم، یعنی اون علو و ساحت خداوند، جلال خداوند در دل اونها تجلی می کند. صفت چهارم این بود که اینها یک معرفتی نسبت به خود و نفس خود پیدا می کنند که مراتب نفس رو ما اشاره کردیم. صفت پنجم اینها به اقتنام فرصتها توجه می کنند که مسئله زمان رو خدمتون گفتگو کردیم. و آخرین صفتی که الان گفتگو می کنیم مسئله این بود که اینها قیامتشون زنده می شود، قیامت برای اونها به یک وجهی زنده می شود. خب ما در این غفلت و یا غفلتی که قرآن از بیماری های دل انسان و روح انسان می شمارد و به پیامبر اکرم خداوند می فرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن اون کسی را که قلب او دچار این غفلت شده است. و در مورد این غفلت سخن گفتیم. مبنای این غفلت، یعنی این که انسان در اون خواب عمیق فرو می رود، در آموزه های دینی ما همین دار غرور و همین دنیاست. اشاره کردم به این که در آموزه های دینی ما دو نوع نگاه نسبت به دنیا وجود داره. اصلا ما دو نوع دنیا داریم، یکی دنیایی که مذمت شده و دیگری دنیایی که مدح شده.
یعنی دنیایی داریم که میگه دنیا، این دنیا بد است، و دنیایی داریم که اون دنیا ستایش شده است. دنیایی که ستایش شده همین مخلوقاتی است که خدا خلق کرده، آسمان و زمین و انسانها. اما دنیای مذموم عبارت است از اون دنیایی که ما میسازیم، اعتباریاتی که ما خودمون به وجود میاریم. این دنیای مذموم مبنا و مبدع اون قفلتی میشود که از او تعبیر میشه، به اون خواب عمیقی که با یقظه انسان از اون خواب بیدار میشه. یعنی این دنیایی که در آموزه های دینی ما آمده است که از دنیا مزرعه الاخره، تعابیر مختلفی است، دنیا مزرعه آخرت است، دنیا متجر اولیاء الله است، یعنی محل تجارت دوستان خداست، و یا از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. این تعابیر آمده در روایات و در آموزه های دینی ما که دنیا رو مزرعه میداند. حالا اون دنیای مذموم کدوم دنیاست؟ دنیایی است که از مزرعه بودنش انسان غافل بشه، و از اینکه این به عنوان یک مسافرخانه موقت تلقی می شود انسان از او غافل بشه. و قطعا وقتی که خداوند می فرماید یا آموزه های دینی می فرماید که دنیا مزرعه آخرت است، هیچ وقت خداوند کشاورزی که میخواد روی این مزرعه کار کند را بری از این مزرعه نمی کنه، یعنی باز نمی داره از این مزرعه. هیچ وقت خداوند تاجری که میخواد تجارت بکنه از مال و تجارتش و از محل تجارت و بیزینسش متنفر نمی کنه که این دنیا پست است و بد است. حضرت علی علیه السلام میفرماید از دنیا متجر و اولیاء الله. بنابراین اونجایی این دنیا مذموم میشه و مبنای غفلت میشه که این مزرعه بودنش رو ما فراموش کنیم، بیاییم به جای اینکه از این استفاده کنیم بیاییم اینو بفروشیم، یا اینکه این برای ما مبنای تکاثر، الهاکم التکاثر، یا مبنای تفاخر و مبنای تنافس، این همه اصطلاحات قرآنیه من به کار میبرم، مبنای تفاخر بشه، مبنای تکاثر و کثرت خواهی بشه، و مبنای تنافس. تنافس یعنی نفس نفس بزنم به دنبال اینکه اینو داشته باشم به عنوان هدف خودم و غایت خودم و معبد خودم. علی علیه السلام میفرماید البصیر فیها متزودون، آدم های بینا زاد و توشه از این بر میدارن، والاعما لا یتزود لها، لها یتزود، ولی آدم های کور آدم هایی هستن که نسبت به این دنیا توشه برای این دنیا قرار میدن، توشه برای این دنیا قرار میدن، خودشونو خرج دنیا میکنن، دنیا رو به عنوان مزرعه خرج خودشون و خرج تعالی و آزادیشون نمیکنن. اینجاست که خود همین این دنیا مبنای اون غفلتی میشود که ما از او داریم صحبت میکنیم. اصلا یکی از خصوصیات ذاتی این دنیا که خدا این دنیا رو خلق کرده، یکی از خصوصیات ذاتی این دنیا این استش که پرده ستاریت بر او پوشیده شده است، و این دنیا غفلت در این دنیا مایه زندگی ماست. علی علیه السلام در یه عبارت زیبایی این مطلب رو برای ما شکافتن که حالا براتون میخونم که اگر غفلت نباشه اصلا زندگی در این دنیا به هم میریزه، شما نمیتونید در این دنیا زندگی بکنید. دنیا ذاتی این دنیا یه غفلته، یعنی این که ما میگیم خداوند میفرماید که ستار العیوب، خدا ستار العیوب است، به یک معنا که خداوند عیب های ما را میپوشاند، ولی معنای عمیق ترش این است که خداوند در این دنیا پرده ای از ستاریت انداخته است و حقایق این دنیا در پوشش و در پرده قرار دارد. بنابراین مولانا میگه که چی؟ قبلا هم عرض کردم، استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. این هوشیاری و غفلت اگر به وجود بیاد برای این عالم، این غفلت استون این عالمه و این عالم رو به هم میزنه. بنابراین با توجه به اینی که ما در این عالم میبینیم ذاتی این عالم غفلت است، انسانها دچار غفلت میشن، و ریشه این غفلتشون هم این استش که اون چرا که هست نیست میپندارن، و اون چرا که نیست هست میپندارن. و این دنیا رو در قرآن، این دنیای مذموم رو در قرآن خداوند به عنوان متاع قلیل
و متاع غرور معرفی کرده است. غرور به معنای اون غرور نیست که ما تو فارسی میگیم که من غرور دارم حالا که من رفتم دانشگاه من یه غروری دارم. نه، غرور در زبان عربی یعنی فریب. متاع غرور یعنی کالای فریب و متجر فریب میشه، یعنی محل بیزینس فریب میشه. ما فریب میخوریم، فریب رو میخریم و فریب رو میفروشیم. دائما داریم در این غفلتمون فریب رو میخریم و فریب رو میفروشیم. در دعای شب 27 ماه رمضان یه دعایی داریم. دعا این است: اللهم ارزقنی، خدایا روزی من بفرما، التجافی عن دار الغرور، که من بتوانم نسبت به این دار غرور تجافی داشته باشم. تجافی از کلمه جوف میاد. جوف یعنی میان خالی، اصلا تجافی یعنی خالی، میان خالی. شما وقتی که روی زمین قرار دارید دو جور میتونید روی زمین بشینید. یه وقتی هست که راحت انسان تکیه میده و کاملا به زمین تکیه میکنه و میشینه. اما یه وقتی هست که شما در نماز جماعت شرکت میکنی، یک رکعت از امام جماعت عقب هستید. وقتی که اقتدا میکنید به امام جماعت، میدونید دیگه این رو، موقعی که میخواید تشهد، امام جماعت داره تشهد میخونه، شما نمیتونید مثل بقیه بشینید. شما روی دو پاتون بلند میشید، دستتون رو، تو که انگشتاتون روی زمینه، بین زمین و آسمان خودتون رو قرار دادی، تقریبا پاهاتون فقط رو زمینه، ولی بلند شدید و این دستاتون رو، تو که دستا رو گذاشتی رو زمین، اینو بهش میگن تجافی. خدایا روزی من بکن این حالت تجافی رو نسبت به دنیا داشته باشم، یعنی اونطور نشینم رو دنیا و اونطور وابسته به این دار غرور نشم و اونطور خودم رو فریب ندم. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابه، یعنی من هی نوبت بگیرم الی دار الخلود، به اون داری که برای من ابدی است و این دنیا عاجل با عینه و اون زندگی عاجل با الفه، والاستعداد، در نتیجه من از این غرور و از این فریب بیام بیرون، استعداد پیدا کنم که قیامتم زنده بشه، للموت قبل حلول الفوت، قبل از آنی که من فرصتها رو از دست بدم. گفتم که توی یقظه این اغتنام فرصت میکند، قبل از این که من این فرصتها رو از دست بدم بتونم استعداد پیدا کنم برای اون مرگی که حالا در مورد اون مرگ هم من صحبت میکنم. پس بنابراین این غفلتی که ما میگیم در عرفان میگن در عالم یقظه این از این غفلت برمیخیزد، مبنایش همین متاع غروره. در یه جای دیگه هم خداوند میفرماید متاع قلیل، هم میگه متاع غرور هم میگه متاع قلیل، در برابر خیر کثیر. حکمت را خداوند خیر کثیر معرفی میکنه، دنیا رو به عنوان متاع قلیل معرفی میکنه. خب حالا اگر ما دچار غفلت هستیم به چه معناست؟ غفلت چند تا معنا داره. یک معنای غفلت یعنی ما از عاقبت امور خودمون غافل هستیم، یعنی ما هر عملی که انجام میدیم عاقبت او رو نمیبینیم. ول عاقبت للمتقین، مرد آخربین مبارک بنده ایست، آخر هر گریه آخر خنده ایست. بنابراین این مرد آخربین نه مرد آخربین، این عاقبت را میبیند، این بیدار شده. اما کسی که غفلته عاقبت را نمیبیند. این به یک معنای غفلت. یه معنای غفلت یعنی این که ما در زندگیمون هر کاری که انجام میدیم آنچنان در اون کار فرو رفتیم که بیرون اون کار رو نمیبینیم. اینجا هم ما دچار غفلت شدیم. و از مثل همون کشتی و کشتیبان و اون نحوی که به کشتیبان در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خودپرست که غافل بود و به کشتیبان گفتش که نحوی بود، یه مقدار صرف و نحو خونده بود اینا، گفت شما نحو بلدی؟ گفت نه. گفت نصف عمرت در فناست. بعد رفتن اینا، میدونید داستانشو، بعد رفتن کشتی در غرقاب خطر مرگ قرار گرفت، طوفان شد، این کشتیبان شروع کرد به این نحوی گفت بگو ببینم شنا کردن بلدی؟ گفت نه. گفت کل عمرت در فناست. غفلت به این معناست که در کاری که من فرو میرم اون تخصص من به من غفلت میده و من غافل میشم از امور دیگه. معنای سوم غفلت این استش که ما جزء را میبینیم و جزء را مساوی با کل حقیقت در نظر میگیریم. ما معمولا به عنوان یه مسافری که داریم حرکت میکنیم ما با جزء مواجه هستیم، مثل همون داستان فیل در تاریکی که یک نفر فیلی رو برد در یک خانه قرار داد در یک سرزمینی که فیل ندیده بودن و اون خانه تاریک بود، گفتش که بیایید داخل این خانه و لمس کنید اینو و بگید چیه. هر کس اومد این فیل رو لمس کرد، از اون طرف که اومد بیرون، اون کسی که پشت فیل رو لمس کرده بود گفت این که توی تاریکی من دیدم این تخت خوابه.
بعد یکی که خرطوم فیل رو لمس کرده بود اومد گفت این عرض کنم ناودونه، کسی که دم فیل رو لمس کرده بود گفت این تنابه، کسی که گوش فیل رو لمس کرده بود گفت این عرض کنم که باد بزنه. اینها غافلن. چرا غافلن؟ برای اینکه با جزء اینها ارتباط دارن، با کل حقیقت ارتباط ندارن و جزء را به جای حق و به جای کل میگیرن، هست را به جای نیست میگیرن، دور را انسان نزدیک میبیند و نزدیک را دور میبیند. مولانا میگه هست را نیست میبیند و نیست را هست میپندارد. همه اینها از مصادیق غفلت است. ولی اون غفلت اولی که عرض کردم، اون غفلت عامه، خداوند این غفلت رو در عالم قرار داده برای اینکه ما زندگی بکنیم. یه جمله از علی علیه السلام براتون عرض بکنم، اینجا هستش. علی علیه السلام میفرماید لو تعلمون ما اعلمو مما توی عنکم غیبهو، لو تعلمون، اگه شما بدونید ما اعلم آنچرا که من میدانم، مما توی عنکم غیبهو، از اون چیزی که اون بر شما پنهانه ولی برای من علی آشکاره، اذن لخرجتم الی السعدات، اگه شما میدونستید سر به کوها میزدید، زندگی رو ول میکردید سر به کوها میزدید، تبکون علی اعمالکم، کارتون این میشد که بر اعمالتون صبح تا شب گریه میکردید، و تلتدمون علی انفسکم، خودتون رو میزدید اگه اون چیزی که من میدونم شما میدونستید، و لترکتم اموالکم، و تمام اموال و خونه رو ول میکردید، لا حارث لها و لا خالف علیها، هیچ کس هم مراقب این خونه نباشه، میگید به درک، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، شما اگر آنچه را که من میدانم نسبت به اون چی که بر شما پنهان است، این به چه معناست؟ این همون جمله است که بنده بارها عرض کردم که میفرماید اگر شما برای شما مکاشفه صورت بگیره نسبت به هم دیگه، کسی به کسی زن نمیده، کسی شوهر کسی نمیشه و کسی تشییع جنازه کسی دیگه ای نمیره. این به معنی این است که اگر پرده های غفلت کنار بره، یعنی اگر آدما شب که میخوابن شب خواب ببینن واقعا خوابشون هم صادقه باشه که ببینن فردا براشون چه اتفاقی میفته، آدم این خوابو ببینه، و یا اینی که از ضمیر همدیگه اگر انسان‌ها با خبر باشن استون این عالم به هم می‌ریزد. اون غفلت عام است، ولی در عین حال انسان‌ها یک غفلت عارضی دارن، یک خاموشی عارضی دارن، یک خواب عارضی دارن و باید از این خواب بیدار شوند، و وقتی که از این خواب بیدار میشن نشانه ششمشون که داریم بحث می‌کنیم این است که چون اینها آخر را می‌بینن و عاقبت را می‌بینن، قیامت برای اونها زنده می شود. نکته دومی که میخوام خدمتون برای تکمیل مباحث گذشتم عرض بکنم این است که در قرآن، در آموزه های قرآنی، خداوند از اون قیامت به عنوان الدار نام میبرد. الف لام بر سر دار، دار به معنای خانه است، خانه، و ذکر نسبت به اون خانه، ذکر نسبت به اون ادار. من اول در مورد این خانه توضیح بدم. این مطلب رو قبلا در آکادمی مولانا چندین بار گفتم، اینجا سریع میگم و ازش رد میشم. اون مطلبی که میخوام خدمتون عرض بکنم این استش که انسانهایی که به این یقظه میرسن، خب بیدار میشن دیگه، اینا از اون خواب غفلت بیرون میان، بر اون چه که اینها واقف میشن و آگاه میشن، عرض کردم قیامتشون زنده میشه. اینها به قربت خودشون پی میبرن، یعنی اون تنهایی انسان رو با تمام وجودشون حس میکنن. ما در قربتیم، ما در یک تنهایی هستیم، ما تنها هستیم، و این تنهایی برای ما تنهایی وجودیه، تنهایی باطنیه. حافظ در یک عرض کنم که بیان زیبای این تنهایی رو برای ما بیان میکنه، الا ای آهوی وحشی کجایی، بارها من اینو خوندم، با یه آهو صحبت میکنه، الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنایی، دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، دد و دامت کمین از پیش و از پس. خودشو مثل آهو تشبیه به آهو میکنه، میگه ای آهو کجایی، و میگه که همطور که تو تنها هستی من هم تنها هستم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، امید هم بخواهیم ار توانیم، که میبینم که این دشت مشوش، یعنی این دنیا، چراگاهی ندارد خرم و خش، که خواهد شد بگویید ای عزیزان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی در آید،
ز یمن همتش کاری گشاید. حافظ اینجا میگه که مگر اینکه اگه من میخوام از این تنهایی نجات پیدا بکنم، خضر مبارک، یعنی معجزه‌ای بشه، خضر مبارک پی درآید، ز یمن همتش کاری گشاید، مگر وقت وفا پروردن آید، که فالم لا تذرنی فردن آید. که حضرت زکریا در دوران پیری احساس تنهایی میکنه و میگه خدا یا عرض میکنم منو تنها نگذار، لا تذرنی فرد. حافظ میگه که فالم لا تذرنی فردن آید. منظور این که من میخوام راجع به این ادار بگم، انسان در این دنیا غربت دارد، یک نوع غربتی رو ما در این دنیا احساس میکنیم. یکی از فیلسوفان ایرانی به نام شیخ شهاب‌الدین سهروردی که فیلسوفه، یعنی فیلسوف ایرانیه، اون به معنای واقعی ایرانیه چون فلسفهش رو بر مبنای اشراق و نور قرار داده، شیخ شهاب‌الدین سهروردی معتقد است به این که ما در عالم، کل عالم و یونیورس تقسیم می‌شود به مشرق و مغرب، نه اینکه این مشرق و مغربی که ما می‌بینیم. اون میگه که در کل این عالم، هر چه شما به عالم ماده، به عالم شکل، به عالم فرم، به عالم صورت، به عالم تضاد نزدیک بشید، شما دارید به مغرب عالم نزدیک میشید. ما الان در مغربیم و هر چه که از این عالم تضاد، ماده، شکل، فرم، صورت شما خارج بشید، شما دارید به مشرق عالم نزدیک میشید. ما الان در مغربیم، الان شما همتون در، ما در مغرب عالم هستیم. یعنی چی؟ یعنی عالم ماده، ما در مغربیم و انسان قربتی رو احساس میکند، قربت غربیه، در غرب احساس قربت میکنه. بنده اینو بارها عرض کردم که ما دو تا قربت رو داریم، ماها که در این دنیای غرب هستیم دو نوع قربت داریم. یه قربت داریم که تو کل دنیا ما غریبیم، برای اینکه از اصلمون جدا شدیم. یه قربت هم به خاطر اینکه ما اومدیم اینجا، قربت ما دوبله شده است. او معتقد است به قربت غربیه انسان، انسان تنهاست. بعدن عرفای ما اومدن گفتن قربت در برابر خانه است. آدم غریب کسی است که خونه خودش از دست داده. اگه کسی خونه خودش از دست بده اون آدم غریبیه. خب خونه ما کجاست؟ در سنت عرفانی وقتی که بحث میکنن میگن خانه آنجایی است که دارای دو تا خصوصیت. خصوصیت اول خانه این است که به شما امنیت میده و شما از نگاه نافذ دیگران، از قضاوت دیگران، از دخالت دیگران در محیط خانه خودتون احساس امنیت میکنه. خانه به من امنیت میده. صفت دوم خانه این استش که اون روح خجول انسان در خانه به هم ریخته میشه. یعنی شما الان همتون که اینجا نشستید به صورتتون نقاب زدید، منم به صورتم نقاب زدم اومدم، متاسفانه نه، بالاخره ما که بیرون میایم با نقاب میایم دیگه. خب شما تو مهمونی ها با نقاب میرید، تو همه جا نقاب به صورتتون هست الان، اما تو خونتون که میرید نقابو برمیدارید، خودتونی این نقاب برمیدارید، اونجا آویزون میکنید، میرید میخوابید، میرید استراحت میکنید. ما نقاب به چهره داریم، نقاب هایی که این مثال بنده بارها زدم، در یه مهمانی شما میبینی که خانم آقا که دارن غذا میکشن، مثلا در خانم آقا که صحبت میکنه عزیزم چی میخوری، از این میل میکنی برات بزنم جلو بقیه، اما اینا وقتی که از مهمونی میرن بیرون هنوز در ماشینو باز نکرده، خانم نقابشو برمیداره، آقا هم نقابشو برمیداره. چی؟ از خورشت بادم جونمون تعریف کردی؟ آبروی حیثیت منو بردی؟ این نقابو برمیداره. ما ها معمولا نقاب داریم. در محیط خانه اون نقاب برداشته میشه. انسان هم احساس امنیت میکنه. پس خانه انسان اونجاییست که شما احساس امنیت کنی و خانه انسان اونجاییست که شما بتونید رو راست باشید. بعد اومدن گفتن که هر انسانی چهار خانه دارد که اگر از این خانه ها دور افتاد، این انسان دچار غربت میشه. خانه اول انسان که انسان هم احساس امنیت میکنه، هم رو راسته، دامان مادر انسان است. انسانی که مادر ندارد و غریب است، مادر خودش رو از دست داده، او به غربت رسیده است. بنابراین دامن مادری که به بچه امنیت میده دقیقا تو خونه خودشه. دامان مادر میشود اون خانه وجودی انسان. دومی خانه که گفتن عبارت است از وطن انسان، یعنی سرزمینی که انسان، نه فقط سرزمین بلکه فرهنگ، ادبیات، رسوم، اونها میشود خانه انسان. اگه من در بستر یه فرهنگ دیگه‌ای بخوام زندگی بکنم احساس غربت میکنم. اگه بخوام با زبان دیگری صحبت بکنم، من فارسم بخوام به زبان ترکی رفتم توی تبریز میخوام ترکی بگم، آقا اینو برای من بکش، احساس غربت میکنم. در اینجا وقتی شما میخواین به زبان انگلیسی با فرهنگ اینا، با اینها ارتباط برقرار بکنید،
احساس میکنی توی مه داری قدم میزنی. خانه انسان اون وطن است. حب الوطن من الایمان یه معناش همون سرزمینی است که من در اون بستر اون سرزمین من پرورش پیدا کردم. خانه سوم انسان که انسان وقتی که غریب میشه، وقتی از دست بده دچار غربت میشه، حضور در برابر معشوقه. انسان وقتی دوستای خودش از دست بده احساس غربت میکنه. بنابراین میفرماید که هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار است. و علی علیه السلام میفرماید کسی که دوستای خودش از دست بده این به غربت و تنهایی میرسه. و اون خانه چهارم اون عداری است که قرآن میگوید. این خانه چهارم عبارت است از اون اصل وجود انسان، اون نیستانی که مولانا میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدم در نفیرم مرد و زن نالیدند. اون خانه هست که انسان به اون خانه فکر میکنه، که قرآن از او تعبیر میکند به عدار عدار عدار. و این ذکری که در آموزه های دینی ما مطرح شده، این ذکر یک معناش یعنی این که انسان یاد خانه خودش رو بکنه. شما چطور اینجا گاهی یاد ایران میکنی؟ فیل یاد هندوستان میکنه. میگه مولانا میگه فیلا فقط خواب میبینن، خواب هندوستان میبینن، ولی خرا هیچ وقت خواب هندوستان نمیبینن، چون خر تو هندوستان نبوده. فیلا وقتی که میخوابن اینا خواب هندوستان میبینن. چرا خواب هندوستان میبینن؟ خواب خانه خودشونو میبینن، خواب خانه خودشونو میبینن. خداوند در قرآن راجع به این که عده‌ای از انسانها رو خود خدا خالصشون کرده، خود خدا دست اونها رو گرفته و اینها شدن مخلصین. اینو بارها من درس کردم دیگه، ما یه مخلصین داریم یک مخلصین داریم. مخلص یعنی کسی که خودشو خالص کرده، اما مخلص یعنی کسی که خدا او رو خالص کرده. خدا میگه من چرا اینها رو خالص کردم؟ توجه فرمایید به این آیه‌ای که خدمتون هست، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. به یاد بیار اون عرض میکنم خدمتون که بندگان ما رو، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، که اول الایدی و الابصار. اینا هم دست داشتن هم چشم داشتن. هیچ فکر کردی که چرا خدا میگه که این بندگان من هم خب ما میدونیم که از ابراهیم دست داشته، چرا خدا میگه اول الایدیه و چرا میگه اول الابصاره؟ هم بصر داره هم دست داره. چون تمام حقیقت انسان خلاصه میشود در دو چیز، یکی جزم که با چشمش باید یقین پیدا کنه، چشم دلش، و یکی عزم، دستی داشته باشه که حرکت بکنه. هم جزمش درست باشه هم عزمش درست باشه. بعضیا جزم دارن یعنی علم دارن اما عزم ندارن، بعضیا عزم دارن اما جزم ندارن یعنی حرکت میکنن اما روی آگاهی و دانش نیست، بعضیا درک دارن ولی درد ندارن، بعضیا درد دارن ولی درک ندارن. آدم خوبه هم درک دین داشته باشه هم درد دین داشته باشه. خدا میگه اینا هم چشم دارن هم دست دارن. خب یعنی چی؟ یعنی باطنشون جوریست که هم بیناست هم اکتیوند، حرکت میکنن. توجه، اول الایدی و الابصار. خب حالا میگه من اینها رو خالصشون کردم. انا اخلصناهم، ما اونها رو خالص کردیم. اونا نشون دادن موقعیت خودشونو و استعداد خودشونو، ما ولی اونها شدیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. من یواش یواش میام این جاده رو خودمو نشون میدم. خدا میگه حالا از اینجا به بعد من خالصت میکنم، دیگه اینجا نمیگذارم تو گمراه بشی، اینجا هدایت نصیب تو میشه توسط من، من تو رو دیگه هدایت میکنم. اونجا به مقام مخلصین میرسه. چرا اینا به مقام اخلاص رسیدن؟ نشانه هایی دارن. یکی از نشانه هاشون اینه که ذکرت دار، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. اینا رو خالصشون کردم برای اینکه اینها ذکر دار داشتن. دار یعنی کجا؟ ادار یعنی خانه. یعنی اینها قریب هایی بودن که در این غربت قرار گرفتن. دیگه اون دامن مادر و اینا رو بگذاریم کنار، اون خانه اصلی و خانه حقیقی یعنی به اون قیامت، ذکر قیامت. چرا به اون ذکر قیامت رسیدن؟ برای اینکه اینها زنده شدن، ما اینا رو خالصشون کردیم، به یقظه رسیدن، قیامت در اونها زنده شد و اینها مرگ براشون، اینها مرگ براشون به معنای همطور که قبلا عرض کردم نابودی و نیستی دیگه نیست، چون قیامت براشون زنده شده. این مسئله مرگ رو هم چند روز پیش هم من یه اشاره‌ای کردم، چند نفر از دوستان سوال کردن راجع به اون مرگ اضطراری و مرگ اختیاری. در آموزه‌های عرفانی ما وقتی راجع به مرگ صحبت میشه،
اولا ما یک مرگ اضطراری داریم، یعنی مرگی که او به سراغ ما میاد، و یک مرگ اختیاری داریم که ما باید به سراغ او بریم، یعنی ما باید خودمون رو بمیرانیم. اون مرگ اضطراری معمولا عوام تصور میکنن یعنی دیگه من نیستم، تموم میشه، من ای وای من دیگه نیستم. این معنای مرگ اضطراری رو ما اینطور میفهمیم، ولی قرآن و دین این رو به این شکل برای ما بیان نمیکنه. ببینید در قرآن اون آیه که بارها بنده خوندم، خداوند میفرماید چی؟ کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ را میچشد. این آیه رو امام فخر رازی روش خیلی بحث کرده، ملا صدرا بحث کرده، خیلی‌ها بحث کردن. ببینید الان یه شربت میارن اینجا، میگن آقا شما این شربت رو بخور بچش. من وقتی که این شربت رو میخورم، عرض میکنم خدمتون که من چشندم اون شربت چشیده شده است. آیا شربت منو هضمم کرد و برد، یا من شربت رو هضم کردم و بردم، ورش داشتم بردم؟ کدومشه؟ من شربت رو ورداشتم بردم. اینجا خداوند میگه روح شما مرگ را میچشد، یعنی مرگ را هضم میکند در خودش. روح زنده است، مرگ مال بدن است. و دقیقا در روایات ما مرگ به معنای انتقال از یک سیکلی به سیکل دیگر است، و این انتقال از سیکل به سیکل دیگر در زندگی ما داره تکرار میشه، مرتب داره تکرار میشه، یعنی مرتبا ما میمیریم و زنده میشویم. از جمادی مردم و نامی شدم، اینو بنده بارها عرض کردم، تا نمیریم در یه مرحله در مرحله دیگر متولد نمیشیم، تا در جمادی نمیریم در نامی متولد نمیشیم، تا در نامی نمیریم در حیوان متولد نمیشیم، تا در حیوان نمیریم در انسان متولد نمیشیم. بنابراین این مرگی که قرآن میگه کل نفس ذائقة الموت، معناش نیستش که همه چیز نابود میشه، نه، کل نفس ذائقة الموت یعنی هر روحی مرگ را میچشد، یعنی در خودش هضم میکند. یعنی چی؟ یعنی بدن رو رها میکند، این روح هضم کرده، حالا انتقال پیدا میکند به یک عالم دیگری، انتقال به یک سیکل دیگری، به معنای تولده. تولد در یک عالم دیگری است که میفرماید فست و رب الکعبه، من به خدای کعبه پیروز شدم. این معنای انتقال مرگ. خب اینجا ممکن شما یه سوال بکنید، پس آقا کل من علیها فان معناش چیه؟ ما میریم توی ختمه سوره الرحمن میخونن، درست شد؟ سوره الرحمن عروس قرآنه، یعنی کسی که میمیره این، چرا گفتن عروس؟ یعنی به دامادی رسه، این ارثشه، شب ارثشه، که شب فوت مولانا در ترکیه شب ارثه، یعنی شب عروسیه، جشن میگیرن پیروان مولانا هم جشن میگیرن. بنابراین خوب توجه داشته باشید که چرا میگن کل من علیها فان، قاری داره میخونه، همه چیز فانی است، و یبقى وجه ربک ذل جلال و الاکرام نیست، فقط چی باقی میماند؟ وجه خدا باقی میماند که صاحب جلال و کرامت است. اینو میگن دیگه، یا میخونن کل شیء هالک. اولا توجه داشته باشید، تمام قرآن ها نوشته هر چیزی هلاک میشود و خدا باقی میماند، یعنی به آینده برده، هر چیزی فانی میشود و به آینده. غلط، اندر غلط، اندر غلط این ترجمه. چرا؟ برای اینکه هالک اسم فاعله، فانی اسم فاعله. خب اسم فاعل وقتی که میخواد به کار برده بشه، اینو بهش میگن مشتق. یه مبدع اشتقاق داره، مبدع اشتقاق. مثلا توجه فرمید، یه نفر رو بهش میگیم طبیب، این طبیب الان اسم فاعله، طبیب. خب این طبیب وقتی که استعمال میشه، یا منظورتون میگید آمیرزا جعفر که اومده اینجا، این آقای آمیرزا جعفر طبیبه، طبیبه یعنی دیروز طبیب بوده الان بهش میگیم طبیب، یا در آینده طبیب میشود الان بهش میگیم طبیب، یا همین الان طبیبه بهش میگیم طبیب، کدام درسته؟ اگر یک کسی در گذشته طبیب بود، یا الان طبیبه، یا بعدن طبیب میشود. اگر یک کسی بعدن میخواد طبیب بشه، مثل یه دانشجویی که الان میره سال اول رشته پزشکی، همون دو روز اول خاله و مامانش میگن آقای دکتر نیستن. این استعمال، استعمال مجازی، استعمال حقیقی نیست. هیچ وقت شما نمیتونید مشتق رو در معنای آینده استعمال بکنید. توجه فرمودید؟ یعنی شما بگید که من روزم ها، بگیم یعنی چی؟ شما که الان غذا میخورید، یعنی هفته آینده میخوام روزه بگیرم. الان شما نمیتونید بگید من روزم، که میتونید بگید ها، شما انا صائمون، من صائمم. ای شما چلو کباب خوردید؟ نه، من در آینده روزه میگیرم. امکان نداره شما این حرفو بزنید. حالا اگر در گذشته شما روزه گرفته بودید، الان هم دارید غذا میخورید، میتونیم در گذشته بگیم که شما صائمی؟ یه نفر طبیب بوده 20 سال پیش، دیگه طبابت یادش رفته، فراموش کرده، الان آهنگری داره.
میگیم آقای آهنگر برو پیش آقای دکتر صادقی، این که دکتر نیست آهنگره، ولی قبلا دکتر بوده الان دیگه دکتر نیست. استعمال در گذشته هم محل اختلافه. پس بنابراین چی حقیقته بگی؟ یعنی زمان حال. پس کل شیء حالک یعنی چی؟ بعدن چون هلاک میشه میگیم هلاک میشه، یا همین الان هلاک است؟ همین الان هلاک است، همین الان فانی است. کل من علیها فان، یعنی اون چه که بر روی کره زمین است همین الان فانی است. و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، فقط چی باقی است؟ وجه الله باقی است. خب آقا این چی شد بالاخره؟ الان شما هستی یا نیستی؟ الان شما ها فانی هستید یا الان هستید؟ شما که الان هستید، پس چطور قرآن میگه کل من علیها فان؟ ها، از اون طرف میگه اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف که نگاه کنی چی رو میبینی؟ وجه الله. الان این همه وجه الله اینجا نشستن، الان آقای علی آقا وجه الله، اون خانم وجه الله، اون آقا وجه الله، اون آقا وجه الله، من وجه الله هم، این گل وجه الله، این آسمان وجه الله، همه اینا. فعینما تولو فسم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. خب پس اینا بالاخره همه که باقی شدن، آها، پس همه اینا وجه الله هم. هر موجودی دو جنبه دارد، یک جنبه وجه اللهی، یک جنبه غیر وجه اللهی. اون جنبه غیر وجه اللهیش همین الان در مغرب است، همین الان نیست، اما جنبه وجه اللهیش باقی است، بعد از مرگم باقی است، ادامه خواهد داد. اون جنبه وجه اللهی همون حقیقت و نفخت و فیه من روحی است. اون حقیقت و نفخت و فیه من روحی وجه الله، اون وجه الله باقیه، اون وجه الله از بین نمیره. انسان باقی است، انسان موجودی است، ابدی و ازلی، ابدی و ازلی، بل غیر ابدی و ازلی. این بحث فلسفی و عرفانیش که هم فلاسفه بحث کردن هم عرفا معتقد به این اصل هستن. پس بنابراین این مرگ، مرگ انتقال است. خب انتقال به کجا؟ انتقال به قبر، نه قبری که میکنن شما رو تو اون قبر میگذارن، انتقال به عالم برزخ. از زمانی که انسان میمیرد وارد اون عالم برزخ میشود. عالم برزخ چیه؟ قرآن میگه قیامت صغرایی است که بین دنیا و بین اون قیامت کبرا حائل است. اون رو میگوی، ما بهش میگیم برزخ. در اون برزخ انسان قرار میگیرد. خب حالا من چند تا آیه میخونم و چند تا بیت شعر از مولانا میخونم، بحث امروز هم تمام. خواستم این غفلت رو بیشتر و قیامت زنده رو توضیح بدم. نگاه کنید، یه آیه هست در قرآن، عرض میکنم خدمتون، آیه رو یادداشت نکردم کدام سوره است. قالوا، اینها در قیامت به خدا میگن ربنا امتنا اثنتین، خدایا تو دو مرتبه ما رو میراندی، یعنی ما دو مرتبه مردیم، و احییتنا و احییتنا اثنتین، دو مرتبه ما متولد شدیم. البته ما تولدها و مرگهای متعدد داریم، ما تولدها و مرگهای متعدد، یعنی همواره در حال مرگ و تولدیم. این که اصلی که بنده بحث کردم، اما این که اینجا میگه این دو مرتبه متولد شدیم، کجا متولد شدیم؟ دو مرتبه مردیم. کجا مردیم؟ یک بار انتقال دادیم ما رو از عالم دنیا به عالم برزخ، اینو میگن مرگ. مرگ یعنی من منتقل شدم. یعنی شما چمدونتون رو ببندید، الان ترانزیت شما اینجا تموم شد، میخوایم بریم سوار هواپیما بشیم بری به یه جای دیگه برسی. اینجا که شما انتقال پیدا میکنی اینو میگن مرگ. اینجا میگه دو مرتبه ما رو میراندی. خب یک مرتبه انتقال از عالم دنیا به عالم کجا؟ برزخ. در عالم برزخ هم باز ما میمیریم، یعنی دو مرتبه از عالم برزخ به عالم کجا؟ به عالم قیامت کبرا. این قیامت کبرا در قرآن مطرح. اون دو مرتبه که متولد شدیم کجا بود؟ یک بار ما رو متولد کردی در عالم برزخ، و یک بار هم متولد کردی در عالم قیامت کبرا. اون تولد در دنیا رو نمیگن اینا، توجه فرمودید؟ فهل الی خروج من سبیل، آیا راه خروجی برای ما هست؟ ما دو مرتبه متولد شدیم و دو مرتبه هم زنده شدیم. یک کتابی هست، بنده راجع به این کتاب صحبت کردن، یک پزشک آمریکایی به نام ریموند مودی، این آقای ریموند مودی این کتاب رو نوشته. کتاب اسمش هست Life After Life، انگلیسیش هم اینجا هست. فارسیش رو در ایران ترجمه کردن به نام زندگی پس از مرگ، ولی این آقا میگه Life After Life. این Life After Life همین آیه قرآنه که میفهمد دو مرتبه ما زنده شدیم. این آقا یه تحقیقاتی رو آغاز میکنه، میبینه که در بیمارستان‌ها یه عده‌ای میمیرن، یعنی دکترها میگن این دیگه مرد،
تمام شد، گروه احیا بیان اینو بتونن برش گردونن یا نه. ما در گذشته میشنیدیم یا میخوندیم که توی مجلاتی که مثلا مجله زن روز یا مجله اطلاعات هفتگی بود یه مقالاتی مینوشت که در فلان ده بردن واقعیت داشته، شخص گذاشتن توی مردشورخونه بعد یه مرتبه زنده شده و این افسانه این که مرده ها یهو زنده میشن، بالاخره این زنده شده، یعنی دو مرتبه حیات بهش برگرده و زنده شد. این آقا آمده راجع به این کسانی که مردند و رفتند رفته باشون صحبت کرده که شما که رفتید، این آقای دکتر ریمون مودی، شما رفتید 400 نبودی، 500 نبودی، 200 نبودی، هرچی تکنولوژی هم پیشتر پیدا میکنه این مدت هر چقدر بیشتر باشه بازم میتونم برش گردونم. مرده دیگه، یعنی آثار حیاتی در اون نیست. گفتن شما خاطراتی در اون کتاب می‌نویسه، خاطراتی داری یا نداری؟ چیزایی رو درک کردی یا نه؟ بله من خاطراتی دارم. خاطراتتو بگو. خاطرات این مریض رو نوشته آقای دکتر ریمون مودی. بعد گفته ای بیمارستان دیگه هم تحقیق کنیم، چند تا بیمارم اونجا دیدن. بعد نوشته هندی ها نمیدونم دکترای هند اونجا دوستاش بودن تحقیق کنن. تمام این اعترافات کسانی که مردن و دو مرتبه برگشتن رو در آورده نوشته. اینا گفته اینا دو مرتبه زنده شدن و دو مرتبه مردن. اسمشو گذاشته لایف آفتر لایف، یعنی یه لایفی داریم بعد از این لایف و یه زندگی داریم پس از زندگی، ولی در ایران ترجمه شده به نام زندگی پس از مرگ. این رو قرآن به ما میگه، یعنی شما نمیمیری، شما داری منتقل میشی. علت وحشتت هم این است که اینا رو من چجوری بذارم برم، اینو چجوری بذارم برم، اونو چجوری بذارم برم. معنای وحشت اینه من چجوری دست از این نوام میتونم بردارم، چجوری میتونم دیگه دخترمو نبینم، چجوری میتونم دیگه بچه‌م رو نبینم. توجه فرمودید؟ خب در مورد گروه فرعونیان خدا میگه اینها الان مردن، خدا راجبشون داره صحبت میکنه، هنوز که قیامت کبرا برقرار نیست. النارو یعرضون علیها، در سوره مؤمن آیه 46، هر روز بر اینها آتش وارد میشود، غدوون و عشیا، شب و روز داره بر اینها آتش وارد میشه، یعنی اینها عذاب میکشن. خب هنوز که قیامت کبرا برقرار نشده، اینها در عالمی هستن که زندند، عذاب رو حس میکنن. و یوم تقوم الساعه، تازه روزی که قیام بکنه ساعت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میگه حالا اینها رو داخل در عذاب بکنید. اونو که دارن اونجا عذاب میکشن یعنی اینها در برزخن، بعد وارد قیامت کبرا میشن. این عین آیات قرآنه. از اون گذشته خداوند راجع به شهدا چه میگه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تصور نکنید اون کسایی که در راه خدا کشته شدن مردن، بل احیاء، بلکه اونها زنده هستن. عند ربهم یرزقون، در نزد خدا دارن روزی میخورن. خب اینا چی روزی میخورن؟ جسمشون اونجا خداوند هر شب براشون سیب و عرض کنم که پرتقال و این چیزا رو میذاره؟ نه، اینها روحشون تغذیه میکند، پس زنده هستن. منتها این روح حتما باید با یک بدن باشد که با یک بدن مثالی، یعنی یه بدنی شبیه همین بدنی که زیر خاک کردن. یعنی وقتی که در عالم برزخ داریم در روایات اینا وارد میشن، بقیه میان اینا رو میبینن میگن خب فلانی چطوره؟ میگن که مثلا میگه مشلس الله که اونجا مغازه داشت چطوره؟ این واقعیت داره. میگه مرد. میگه مرد. میگه پس پیش ما نیومد، پس اون به عذاب عظیمی در روایت داریم، به عذاب بزرگی دوچار شده. یا میگن نه نمرده. اونا میگن ما منتظرشیم. با هم صحبت میکنن و میشناسن همدیگر رو روی اون بدن مثالی، یعنی بدنی که مثل این بدن است. در قرآن هم این مطلب تأکید شده، مثل این بدن که بدن برزخی، با اون بدن اینا میرن، اون بدن هم عذاب میکشد. و این مسئله خیلی حالا بحثش رو من نمیخوام وارد اینها بشم. آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتون عرض بکنم، یعنی آخرین آیه، باز نکته دارم، شعر رو میخوام بخونم. و اون آخرین آیه این است که در سوره یاسین خداوند وقتی که راجع به حبیب نجار صحبت میکنه، و جاء رجل من اقصى المدینه، یک مردی آمد از شهر دوری و مردم رو به توحید دعوت کرد، با ظلم مبارزه کرد، گرفتن حبیب نجار رو کشتن، حبیب نجار رو کشتن، شهید شد. حالا خدا از زبان حبیب نجار مرده داره حرف میزنه، از زبان حبیب نجار مرده. قیلت خلل جنه، بهش گفتن داخل در بهشت بشو. اون حبیب نجار خدا میگه گفت داره میره وارد بهشت بشه، بهشت برزخی ها، نه بهشت قیامت. قیل قال یا لیت قومی یعلم، ای کاش این قوم و خویش های من، مردم من میدونستن وای من کجا اومدم.
مثل اینکه دو تا بچه دوقلو یکیش به دنیا اومده هنوز اون یکی نیومده، میگه وای دایی دارم، خاله دارم، وای نگاه کن چقدر دختر خاله پسر خاله کجا اومدم. کاش میدونست اون که اونجا بودش میگفت انکار میکرد، میدونست که کجا میام دیگه، خون نیست دیگه، به به اینا رو نگاه کن همه برای من دارن شادی میکنن، یکی گل خریده اونا رفتن دستور غذا دارن میدن، چقدر خوب شد من اومدم. اینم همینطوری، یا لیت قومی علم، ای کاش قوم من میدونستن، به ما غفر لی ربی، پروردگار من غفرانش متوجه من شد و جعلنی من المکرمین، در سوره یاسین آیه 27، و خداوند منو چگونه جزو کسانی قرار داد که چقدر منو عزیز کرد، منو گرامی داشت. ای کاش قوم من میدونستن. خب این مرگ برای کسی که به یقظه رسیده دقیقا برای او زنده است، برجسته است که انتقال از یک عالم به یک عالم. اینی که مولانا ریشخند به مرگ میگه، من ریشخند به مرگ میزنم، مرگو میخورمش و مرگ اندیشه. و بعضی ها میان سوال میکنن میگن آقا مولانا شادترین عارف دنیاست، ولی این چطور شادترینه ولی مرگندیشترین عارف دنیاست؟ برای اینکه اون مرگ رو هم شادی میدونه. بنابراین میگه اگه من مردم ارکستر بیارید برای سرم بزنن و شب ارث اعلام بکنه، شب عروسیه، همه بزنن برقصن. البته این ممکنه بعضیا بگن آقا یعنی چی که اینی که بزنن برقصن؟ در مورد امام حسین هم مولانا همین رو میگه، در اون داستانی که میگه اگر واقعا امامی از شما که اینقدر عزیزه به اون درجه رسیده، چرا شما تو سر خودتون میذارید؟ برای خودتون گریه کنید، بر خودتون بگریید، چرا برای اون گریه میکنید؟ اون که به اون درجات رسیده. حالا ما میایم میگیم که مثلا حالا محرم که میشه حضرت زهرا داره گریه میکنه، بریم حضرت زهرا تسلیت بگیم. من این نمیفهمم یعنی چی. یعنی یک بانوی مکرمه ای که نساء العالمین هست و الان در جوار قرب حضرت حق روح حضرت زهرا در شادی کامل قرار داره و امام حسین علیه السلام هم در اون عالم قطعا در قرب و جوار حضرت زهرا هست، اون وقت حضرت زهرا فرزندش کنارشه شروع کنه گریه کردن که بچه منو کشتن. این یعنی چی؟ این پیش منه، یعنی برای چی باید داریم به حضرت زهرا تسلیت بگیم؟ به حضرت زینب باید تسلیت بگیم؟ من این نمیفهمم، این قسمت رو من نمیفهمم. حالا ممکن بعضی بگن ای آقا تو منکری، نه من نمیفهمم این قسمت رو. یعنی چی الان حضرت زهرا دارن گریه میکنن؟ حالا امشب شبه مثلا شهادت امام حسن عسکری، حضرت زهرا ناراحتن. برای چی ناراحتن؟ چه وجه ناراحتیشون چیه؟ اگه بگیم بله حضرت بر امتی میگریند که امامی رو از دست داده، این وجه داره، اما برای بچه خودش گریه بکنه این وجهی ندارد. خب این معنای مرگ اضطراری است، اما یه مرگ اختیاری هم داریم. اون مرگ اختیاری این است که انسان باید بمیرد، بر خواسته هاش بمیرد، بر شخصیت کاذبش بمیرد، بر هویت کاذبش بمیرد تا اینکه برسد و عروج بکند. این کسانی که به یقظه رسیدن به این مرگ اختیاری هم رسیدن. اجازه بدین چند بیت رو بخونم و شما رو دعا میکنم. عرض میکنم که مولانا این چشم دریا دیگر است و کف دیگر، این قسمت رو علی آقا حذفش کنید، بیایید اینجا جان بسی کندی و اندر پرده ای. مولانا به ما داره میگه، میگه جان بسی کندی، چقدر تلاش کردی، چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، چقدر اعمال به جا آوردی برای اینکه برسی، اما هنوز در پرده ای. جان بسی کندی و اندر پرده ای، ذلت بسیاری کشیدی، زحمت به خودت دادی، چقدر روزه گرفتی، ولی احساس میکنی باز در پرده ای. زان که مردن اصل بود ناورده ای، تو باید میمردی اما اون مردن رو نه، یعنی خودت حجاب خودت بودی. داستانی رو نقل میکنه مولانا که یک عاشقی رفت پیش معشوقش و گفتش که خیلی دوستت دارم، میدونی که چقدر دوستت دارم، یادته گفتی مسافرت بهترین مسافرت بردمه، گفتی کفش رفتم 10 جفت کفش خریدم، گفتی لباس میخوام بهترین لباس ها رو از همه مدها برات آماده کردم، یادته این کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم. معشوق گوش داد گفت همه این کارا رو کردی ولی یه کار نکردی. گفت چی؟ گفت نمردی. بعد میمردی. مردن یعنی فانی شدن در معشوق، بعد میمردی. خیشتن سپاری عشق، چون برمیفرماید که جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای، تا نمیری نیست جان کندن تمام، یعنی سلوکت به پایان نمیرسد، بی کمال نردبان نایی به بام، یعنی شما الان از نردبان داری میری بالا 40 تا پله داره، شما رسیدی به 36
نمیتونی بری تو پشتمون، باید تمومش کنی. اون چهار تا چند تا پله مونده؟ چهار تا. اون چهار تا مرگ خودته، باید بمیری بر خودت. بمیرید 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 یعنی چی؟ یعنی اگر تو خونه عصبانیت کردن داد نزنی، بمیر. معناش اینه. اگر اون جایی که میخوای از خودت تعریف بکنی نکن، بمیر. اون جایی که میخوای برتری خودتو نشون بدی نشستی اینجا میبینی الان باید حرف بزنی. اگه حرف نزنی از قافله عقب میمونی. خلاصه باید خودتو مطرح کن. بمیر، هیچی نگو، هیچی نگو. دارن تحریکت میکنن، هیچی نگو. البته این حرفا ساده است من میزنم، عملش خیلی مشکله. بله، تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. چون ز صد پای دو پای کم بود، اگه صد تا پله باشه دو تاش کم باشه، بام را کوشنده نامحرم بود. چون رسن یه ریسمین گرفتی داری میری بالا، یک گز یعنی یه متر ز صد گز کم بود، آب اندر دلو از چه کی رود. مثالشو برعکس گفتم، اگه شما یه دونه عرض میکنم که رسنی داشته باشید که باید صد متر باشه تا آب بکشی، از دلو وجودت آب حیات و آب عشق بکشی، اما این رسن چی هست؟ این رسن کوتاهه، نمیتونی دلو وجودتو از آب حقیقت پر بکنی، چون نمردی. غرق این کشتی نیایی ای امیر. اگه میخوای کشتی وجود کاذب خودتو غرق بکنی، باید اون من الاخیر رو بگذاری. زمان قدیم میگفتن من الاخیر، یعنی یک بار خیلی سنگینی که هیچ کس نمیتونست هم بکنه، میذاشتن تو کشتی، کشتی غرق میشد. میگم اگه تو میخوای وجود موهومت غرق بشه و برسی، باید من الاخیر رو هم بذاری. اون من الاخیر خودت هستی. من آخر اصل دان کو تارق است. اون من آخر یعنی اونی که از خودت دیگه بعد بگذری، اون اصل بدون که اون تارقه. تارق یعنی چی؟ و سماع و تارق و ما ادراک ما تارق النجم الثاقب. قرآن میگه که تارق یعنی ستاره‌ای که میاد و سوراخ میکنه تاریکی رو. تو در تاریکی هستی، اون من تو که دادی مثل ستاره میکوبد کشتی وسواس و غیرا غارق است. کشتی وسواس تو، استراب تو، غی تو غرق میشه. بعد اگه این کارو کردی مردی، روح تو میشه آفتاب گنبد ازرق شود. آفتابی میشه، آفتابی بر همه جا میتابد، ازرق هم یعنی آبی. کشتی هوش یعنی کشتی هوشیاری که مواظب خودتی، بعد اینجا حرف بزنم، بعد اینجا داد بزنم، بعد اینجا خودمو نشون بدم، کشتی هوش چون که مستغرق شود. یعنی خلاصه مولانا میگه بعد هوشیاری تو از دست بدی، یعنی بعد بی شعور بشی. بی شعوری نه بی شعور، بی شعور بشیم. بله، شعور کاذب ها، شعور. آره، چون نمردی گش جان کندن دراز، مات شو در صبح ای شمع اعتراض. یعنی ای آقای یه خانم خوشگل، شمع اعتراض یعنی ای کسی که خودت زیبا میدونی، باید تو مات بشی. تا نگشتن اختران ما نهان، تا ستارگان هستی کاذب ما نهان نشدن، دان که پنهان است خورشید جهان. بدونی که خورشید وجود تو پنهان است. گرز بر خود زن منی در هم شکن. گرز بر خودت بزن، منیت خودتو از بین ببر، زان که پنبه گوش آمد چشم تن. برای اینکه جنبه ظاهری وجود تو حجاب تو شده است. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. گرز بر خود میزنی خود ایدنی. حالا مولانا اینجا اینو میگه، میگه این مردم با هم دیگه نزاع میکنن، نزاع میکنن. این برمیگرده میگه این عجب، دیدی چه آدم خودشیفته، خودخواه، متکبریه. مولانا میگه چون خودش متکبره اینطوری داره میگه، ای به اونا رو که میگه خودشو داره میگه. گرز بر خود میزنی خود ایدنی، تو نزاع عکس توست اندر فعالم این منی. بله، این عکس تو افتاده توی وجود من، تو عکس تو در من میبینی، خودتو میبینی، به من حمله میکنی، یعنی داری به خودت حمله میکنی. عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش برجوشیده ای، همچون آن شیری که در چه شد فرو، عکس خود را خصم خود پنداش رو. یه شیری بود، داستان شیر و خرگوش، که خرگوش میگه شیری از اینجا منو میخوره، میخواست شیر رو بندازه تو چاه. بعد شیر گفت کجاست؟ گفت تو چاه. آورد خرگوش رو بغل کرد تای چاه و نگاه کرد، دید ای یه تای چاه یه شیر و یه خرگوش دیگه. اون خرگوش داداش من بوده، اونو خورده.
اینم شیرجه زد توی چاه از بین رفت. ما اگر عیب دیگران رو پرت هی نورف کم می‌ندازیم روی دیگران، خودمونیم می‌خوایم به خودمون حمله کنیم، نمیتونیم. نفی ضد هست باشد بی شکی، من حتما باید ضد رو به تو نشون بدم تا از ضد ضد تو به اثبات برسی، تا ضد ضد تا ضد ضد را بدانی اندکی. این زمان جز نفی ضد اعلام نیست، یعنی ابتدا باید نفی بکنی لا اله اله وجود خودتو نفی بکنی. اندر این نشأت دمی بیدام نیست، یعنی این نشأه‌ای که دارش هستی همه دام هستش و در این دام باید به اون لا اله برسی. بی حجابت بایدان ای زول و باب، برای دیدار خدا باید حجاب ها رو برداری. مرگ را بگزین و بر دران حجاب، بمیر این حجاب پاره میشه. نه چنان مرگی که در گوری روی، نه اون مرگ، مرگ تبدیلی. مرگ تبدیلی یعنی من تبدیل بشم یا آدم غیبت کننده تبدیل بشه به یه آدم دوستار مردم، این مرگ تبدیلی است. اگه تونستی غیبت نکنی این میشه مرگ تبدیل. مرگ تبدیلی که در نوری روی، مرد بالغ گشت آن بچکی بمرد. ما بچه بودیم از حیات بچگی مردیم، مرد بالغ شدیم. رومی شد سبقت زنگی سترد، یه آدم سیاه اومد چی شد؟ رومی، یه آدم سیاه اومد خودش رو عرض میکنم که تو رومیا قرار گرفت، شکل رومیا شد، سفید شد. مراد از این مرگ تحولی است. خاک زر شد هیئت خاکی نماند، خاک تبدیل به طلا شد، هیئت خاکی خودش رو از دست داد. غم فرج شد، غم شادی شد، خار غمناکی نماند. همه اینا تبدیلن، تو هم باید تبدیل بشی. مصطفی زین گفت که اسرار جو، مرده را خواهی که بینی زنده تو. آیا میخوای تو به شما یه مرده ای نشون بدم که زنده است داره راه میره؟ میرود چون زندگان بر خاکدان، مرده و جانش شده بر آسمان. این مرده داره راه میره، اما مرده چیش مرده؟ موهوم، خود کاذبش مرده، خود شیطانیش مرده، اون خودی که نفاق میندازه مرده. مرده و جانش شده بر آسمان. این دو سه بیت هم بخونم. جانش را این دم به بالا مسکنی است، گر بمیرد روح او را نقل نیست. همین الان این مرده، وقتی هم که بمیره خب میگه من 70 سال پیش مردم، 20 سال پیش مردم. زان که پیش از مرگ او کرده، زان که پیش از مرگ او کرده است نقل. این به مردن فهم آید نه به عقل، یعنی اگه بخوای بفهمی اینو که دارم بهت میگم باید خودت هم بمیری. نقل باشد نه چون نقل جان عام، این انتقال پیدا میکنه، نه مثل اینکه بقیه مردم میمیرن. همچون نقلی از مقامی تا مقام، نتیجه صحبت هم اینجاست. پس محمد صد قیامت بود نقد، مولانا میگه خود حضرت محمد خودش قیامت بود. زان که حل شد در فنای حل و عقد، حل و عقد، حل یعنی باز کردن، عقد یعنی گره زدن، یعنی امور این دنیا. در همه اینها حل شد پیغمبر، در تمام اوصاف بشری حل شد. زاده ثانی است احمد در جهان، یعنی احمد تولد دوم پیدا کرده. صد قیامت بود او اندر عیان، زو قیامت را همی پرسیده ان. ای قیامت تا قیامت راه چند؟ مردم می آمدن از این موجودی که خودش قیامت بود سوال میکردن قیامت کیه؟ بابا خودش قیامته، یعنی شما رو قیامت یعنی چی؟ یعنی شما مردید زنده بشید. شما اگه وصله به پیغمبر بشید مردید زنده میشید. با زبان حال میگفتی بسی، پیغمبر با زبان حال میگفت که ز محشر حش را پرسید کسی. بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. پیغمبر فرمود قبل از اینکه بمیرید بمیرید. موتو قبل ان تموتو.